سلام، ایرانی مقیم یوتیوب، سپنتا هستم. امروز یک شنبه است، یکم هوا سرد اینجا. یه ویدیو گذاشته بودم، One Hand Roll با Drumstick. الان یه دونه ویدیو میخوام بذارم با براش مسواک. تقریبا مثل همونه، ببخشید، تقریبا مثل همون One Hand Roll با Drumstick که از ریم، از این لبه ریم سنیر درام استفاده میکنیم که یک جهشی بدیم به این فنرها. ضربه‌ای که میخوره به بدنه براش، به این بدنه براش که میخوره، این رو جهش میده به سیمای براش. و دیگه تو موقعی که داره این اتفاق میفته باید ریتمشو بگیری، پترنشو بگیری، ببینی که اون لرزش ها چجوری میتونی اونا رو کنترل بکنی که صدای رول بده. الان فنرهای سنیر بازه، ببینیم چجوری صدا میده. خیلی باحاله. اون ضربه اول اگر که فنرها انگیج باشه، من الان فنرها رو ریلیز کردم زیر سنیر، فقط صدای تبل انگار صدای تام داره میده، ولی اگه فنرها انگیج باشه، فنرها درگیر باشه با بدنه، با پوست زیری سنیر، همون ضربه اول که میخوره این بدنه براش، ضربه اولی که میزنه به ریم، خودش فنرها رو چون میلرزونه یه اتکی میده. حالا اون اتک رو برای اینکه بتونید دیسپلین بکنید روی تمام اون مدتی که داری رول میکنی، یعنی یه گرووی به اون رول بدی، به جای اینکه فقط بخواد این صدا بیاد، یه صدا، یه اتکی هم بیاد که بهش بگی اوکی 1 2 3 4، 1 2 3، میگه این ضربه رو میگن درامر رو دیوونه بخاطر همین صدای عجیب غریبی که ما در میاریم. نمیدونم، برای اینکه اون ضربه، اون مدته که داره رول اتفاق میافته، یک نظمی بهش بدیم، هنوز گروو بهش بدیم، چون قضیه اینه که گروو داشته باشه دیگه، درام همش گروه. من دست چپم استفاده میکنم که یه ضربای اول رو روی اون سوار بکنم. حالا من فنرهای سنیر درام رو الان میخوام درگیر بکنم، و تو موقعی که اونا رو درگیر میکنم اگه حرف بزنم میلرزه، صدا خیلی به هم ریخته میشه. من یه بار این ویدیو رو نگاه کردم، دیدم خوب نمیشه. خب پس من حرف نمیزنم، فقط اجرا میکنم. یه کمی موج داره، حالا من دست چپم رو اضافه میکنم روش. خیلی باحاله. حالا میبرم توی یه فریز، توی یه گرووی، یه چیزی. خیلی باحاله، خودم حال کردم.